علت کمبود و گرانی مرغ در بازار چیست؟ سلام، من توبا زکی پور با این برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در حالی که دولت پیشتر ادعا کرده بود قیمت مرغ حداکثر 63 هزار تومان خواهد بود، خبرگزاری ایسنا خبر داده که قیمت هر کیلو مرغ در مغازه ها در این هفته به 80 هزار تومان رسیده و عرضه آن هم در مبدأ محدود شده است. خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشته که تنها در یک ماه گذشته متوسط قیمت خرده فروشی مرغ در بازار 40% افزایش یافته است. این در حالی است که در سال 1402 حقوق کارمندان 20% و حقوق کارگران 27% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هاکی است در برخی شهرهای ایران برای خرید مرغ صفهای طولانی شکل گرفته است. همکنون صف فروش مرغ در یکی از فروشگاه‌های اهواز در خیابان امام خمینی شرقی سمت یوسفی دروندان روزه‌دار برای تهیه مرغ چه صفی رو گرفتن. قرار بود این صف‌ها دیگه نباشه. واقعاً مایه شرمندگیه که مردم توی این لحظه از روز با زبان روزه باید در صف خرید مرغ باشن. صدای یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال را شنیدید که از صف طولانی شهروندان روزه‌دار اهوازی برای تهیه مرغ میگفت. ایران اینترنشنال اسفند ماه سال گذشته در گزارشی اختصاصی از معطل ماندن صدها هزار تن نهادهای دامی و کالاهای اساسی برای ترخیص از سواحل جنوب ایران خبر داده بود. وضعیتی که نتیجه اش این روزها به روشنی در بازار قابل مشاهده است. در این برنامه دیدگاه در خصوص دلایل کمبود و گرانی مرغ در بازار ایران با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای غیبی به این برنامه دیدگاه. همزمان که ما گزارش‌ها از افزایش قیمت مرغ در ایران رو می‌شنویم، در برخی شهرهای ایران صف‌های طولانی برای خرید اون شکل گرفته. علت کمبود مرغ در بازار ایران چیه؟ ببینید، کمبود مرغ و اساساً هر کمبودی در حوزه کالاهای اساسی یک ریشه و یک عقبه طولانی مدتی داره و نمیشه اون رو به شرایط حال ربط داد. مثل همین کمبود مرغ در بازار که امروز اتفاق افتاده، این نتیجه ماها بی توجهی و بی برنامگی دولت در حوزه تأمین عرض مورد نیاز برای نهادهای دامی هست که خب وقتی نهادهای دامی مورد نیاز تأمین نشد، وقتی قیمتش بالا رفت و توجیه برای تولید کننده نداشت، در نهایت منجر به کاهش جوجه ریزی در مرغداری های کشور شد و همین امر در کنار افزایش تقاضا برای مصرف مرغ باعث شد که امروز تولید کشور نیازمند پاسخگوی نیاز کشور نباشه و همین امر افزایش قیمت، صفهای طولانی و در برخی شهرها نبود مرغ از اساس، چه مرغ گرم چه مرغ منجمد رو منجر شد و ما شاهد هستیم که متاسفانه در صفهای در ویدئوهای منتشر شده صفهایی که شکل گرفته، خب بعضن کرامت و شخصیت انسانی رو هم زیر سوال میبره این گونه تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم. ایران اینترنشنال ماه گذشته گزارشی در مورد عدم تامین ارز مورد نیاز برای ترخیص نهادهای دامی و کالاهای اساسی منتشر کرد که خب امروز الان نتیجه‌اش رو داریم در بازار می‌بینیم. چرا دولت در این زمینه هیچ برنامه‌ای نداشته آقای غیبی؟ آیا دولت به این موضوع اهمیت نمیده یا اساساً کاری از دستش ساخته نیست؟ اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، نه اینکه دولت اهمیت نداده باشد یا نخواهد ببیند مشکلات رو، اتفاقا دولت رئیسی شاید به واسطه اون شعاری که برای خودش در نظر گرفته دولت مردمی، بیشتر همه این مسائل رو میبینه، اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت اینجاست که دولت صرف دیدن مهم نیست. دولت نه از نظر فنی و از نظر زیرساختی توان برخورد و حل موضوع رو نداره. یعنی اینکه در حال حاضر دولت میبیند ولی خب کاری از دستش بر نمیاد. یک، به واسطه عدم بهره بردن از نیروی کارآمد در پست‌های کلیدی اقتصادی کشور و
و نکته دوم که اگر نیروی کارآمدی رو هم در رأس امور قرار میدادن در بخش‌های مختلف، در کنار این ما بحث عدم دسترسی ایران به ارز رو باهاش مواجه هستیم که خب صد بعدی این می بود، ولی این دولت نه دسترسی به منابع ارزی داره و نه از نیروی کارآمد بهره میبره. بنابراین طبیعیه صرف دیدن مشکلی حل نخواهد شد و نمیشود و دولت تمام اینها رو میبیند میداند، اما کاری از دستش بر نمیاد و همچون مردم یک تماشاچی صرف است. آقای غیبی، دستگاه‌های مختلف در حکومت از واردات مرغ گرم و مرغ منجمد میگن، اما مشکل نهادها هم حل نشده. آیا این اقدام ها میتونه تأثیر مثبت و فوری در بازار به جا بگذاره؟ به هیچ عنوان تأثیر فوری نمیتونه بگذاره. ببینید، به این دلیل نمیگذاره، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. یکی این که در حوزه واردات همین ثبت سفارش و پروسه واردات، یعنی خرید و واردات، حمل و نقل و واردات به کشور و ترخیصش، یک پروسه زمانبری است که در خوشبینانه ترین حالت اگر این اتفاق از کشور همسایه مثل ترکیه هم صورت بگیره، حداقل 20 روز زمان نیاز داره برای انجام این پروسه. در کنار این حوزه واردات، بحث تخصیص ارز رو داریم. تخصیص ارز هم یک مشکلی است که الان دسترسی بهش ممکن نیست. بنابراین دولت رئیسی با مشکلات متعددی مواجهه. یک نکته ای رو هم ما نباید فراموش کنیم و اون هم در این موضوع بحث پروسه تولید هست. پروسه تولید در حوزه مرغداری به جز اون فرایند واردات یک پروسه 45 روزه است. یعنی هر اقدام مفیدی که امروز انجام بشه و مرغدار رو مجاب به تولید بکنه، اون تولید 45 روز دیگر جواب میده. بنابراین به جز اون بحث تأمین حداقلی و رفع برخی مشکلات در نقاط مختلف، نه به طور کامل، حل کلی موضوع و رفع معضلات در کوتاه مدت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. آقای غیبی، به نظر میرسه که مسئله تأمین ارز فقط مختص کالاهای اساسی و نهادهای دامی نیست و حوزه‌های دیگه هم درگیر این موضوع هستند. مثلا دبیر انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج کشور روز شنبه در مصاحبه‌ای که داشت گفت که ارز مورد نیاز برای واردات برنج در 5 ماه گذشته تأمین نشده. برآورد شما از این اتفاقها چیه و دولت چه سیاستی رو برای عبور از این بحران اتخاذ کرده؟ خب این موضوع یک پیامی به ما میده و اونم دست خالی دولت در حوزه تخصیص ارز هست، چون منابع ارزی رو به پایان هست و کاری هم دستش بر نمیاد، خیلی شستور افته و ساده. اول اینکه چه راهکاری رو پیش رو گرفته حاکمیت با اشراف به این موضوع و اینکه نبود اسکناس فیزیکی و ذخایر ارزی میتونه چالش‌های زیادی رو به خصوص در حوزه تامین کالاهای اساسی ایجاد بکنه، که نمونه همین برنج هست که 5 ماه اعلام شده ارزی بهش تخصیص داده نشده و اقلام و موارد مختلف دیگه در حوزه تولید کالاهای واسطه ای، مواد اولیه. خب اینها به مرور تاثیر خودش رو میگذاره و میتونه اقتصاد خانواده، معیشت خانواده، تمام اینها رو تحت شعاع قرار بده و در بلند مدت حتی بحث تولید و اشتغال رو هم به طور کامل زمین گیر کنه. در چنین شرایطی و با علم به اینکه این اتفاق خواهد افتاد، حاکمیت جمهوری اسلامی روی به مذاکرات در خارج از مرزها آورده و سعی میکنه روابط خودش رو در گام نخست با کشورهای همسایه عادی بکنه که بتونه یک مقدار فضا رو تلطیف بکنه و بعد از اون نیم نگاهی هم به مذاکرات جدید و تکمیلی خودش با ایالات متحده داره، ضمن اینکه ما خبرهایی هم از مذاکرات با اروپایی ها داریم میشنویم. بنابراین میشه این رفتار در حوزه رفتار جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل رو به طور کامل ریشش رو در مسائل و مشکلات اقتصادی داخلی پیگیری کرد. اگر این موضوعات و اگر این مشکلات در حوزه تامین حداقل معیشت مردم وجود نداشت، به گمان من جمهوری اسلامی هیچگاه به سمت مذاکره با کشورهای همسایه از جمله عربستان یا اروپایی ها نمی رفت. ولی این فشارها و عواقبی که میتونه داشته باشه، نظام رو مجاب به این موضوع کرده که بخواد مذاکرات خودش رو نه در داخل مرزها با مردم خودش، بلکه بیرون از مرزها با بیگانگان دنبال کنه.
سوال آخری که میخوام ازتون بپرسم آقای غیبی این هست که با توجه به اینکه گرانی گوشت قرمز باعث شده که گوشت مرغ برای اکثر خانواده‌های ایرانی به یک کالای جایگزین تبدیل بشه، تصویری که شما به همراهان ما در رادیو از آینده قیمت این کالا میتونید بدید چیه؟ آیا باز باید شاهد افزایش قیمت مرغ در کشور باشیم یا اینکه فکر میکنید وعده‌های مسئولان محقق میشه؟ خب متاسفانه تصویری که میشه ارائه داد چندان خوشایند نیست. اگر بخوایم اون رو در دو بخش مجزا بهش اشاره بکنیم، یک وضع تداوم شرایط فعلی هست، میشه گفت که به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی و مشخصا در حوزه مرغ میشه پیش بینی کرد که قیمت مرغی که امروز 80,000 تومان داره خرید و فروش میشه در بازار به بالای 100,000 تومان هم برسه در همین نیمه نخست سال، و این یک واقعیت انکارناپذیری هست که شاخصهای اقتصادی داره به ما این رو میگه. در صورت توافقات و در صورت گشایش های بین المللی هم قرار نیست اتفاق خاصی در کشور رخ بده. تنها اتفاقی که رخ میده اون شتاب افزایش قیمت که عرض کردم در 6 ماه نخست ممکنه به اون نقطه برسیم، اون 6 ماه میشه 12 ماه، ولی روند تورمی کماکان رو به رشد است، چه در حوزه مواد غذایی، چه در حوزه ارز و چه در حوزه خدمات و سایر کالاها. این روند با شتاب کمتر یا با شتاب بیشتر کماکان رو به رشد خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم. اینجا لندن است. شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال است. گسترده ترین پوشش خبری، حضور در بطن هر صحنه خبری، با روایت های دقیق و بی‌طرف. رادیو ایران اینترنشنال برای شما، درباره شما.